جان گل من و نام نگارنده مهر و ماه، خداوند عرش و کرسی و سما. من میگم خدا همیشه هم میگم چطور هستی نظره جان گل؟ شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کردن دسته دسته آشنایان اندلیبان، با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خمیاگران از تار می ترسد، شخص سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد. گفت شنود بسیار عاطفی تلفنی با فرشته سما انجام دادم که از شما خواهش میکنم تا به این گفت شنود جالب با عاطفی گوش فرادید. درد آور بود من برزار سر تیر شد درس وطن پرستی دادین. فرشته سما توانسته با بالهای تواضع و مروءت در آسمان هنر پرواز کند. درک و احساس این هنرمند در برابر مردم و وطنش قابل تمجید است. وقت زنگ تلفن فرشته سما را به صدا در آوردم، باغز گلویش را پیچیده بود و منتظر بود تا کس از درد دلش سوال کند. از فرشته پرسیدم که چرا گلویت گرفته؟ آیا دلیل باغز گلویت دلتنگی های قرنطین است؟ در جواب گفت نه، به خاطر ملتم، به خاطر مردمم که سالها قربانی شدند و این بار کرونا می خواهد از آنها به گونه دیگر قربانی بگیرد. با یاد وطن برتان میخوانم. گریه میکنم به خدا، گریه میکنم شبها به یاد روی تو، من گریه میکنم خنده میکنم به جهان، خنده میکنم ای گیر یا در گلو خفه شد، خنده میکنم. عشق میریزه نه؟ میگه عشق هرچی ریزمت از دیده زیر پای، بینم که باز بر سر مژگان نشسته ای. فرشته جان کدام خواندن مناسبتی دارین برای کرونا؟ چون یک آهنگ مناسبتی که امروز ساخته شده خدمت شما تقدیم میکنم، هنوز این خام است ولی کم ما و کرم شما، کمپوز از دکتر سبی گرامی سمی آمده است. اوکی؟ احتیاط ای دوست ویروس کرونا آمده، احتیاط ای دوست ویروس کرونا آمده، اینجا و آنجا آمده در کل دنیا آمده، اینجا و آنجا آمده در کل دنیا آمده، گرچه دشوار است دوستی و دوری، اگر نداریم کار ضروری، خانه بمانیم باید خانه بمانیم، خانه بمانیم باید خانه بمانیم. مردم سراسر دنیا به هنرمندایشان نیاز دارند، مرا تا محرم آن راز کردند، به گوش من ز غیب آواز کردند، نفس در قالب آدم نمیرفت، درون سینه او ساز کردن. فرشته جان، ویروس کرونا از لحاظ روانی سر انجره هنرمندا به صورت خاص از خود چه تاثیر داشته؟ والا هر رنج و هر درد و هر غم برای کسی که یعنی هنر موسیقی را با مو احساسش اجرا میکنه، صدای یک هنرمند پرسوستر و رساتر و همطور دردمندتر میسازه. کمال هنرمند اوست که در حالات جگرخونی گریه بته و در خوشی خنده. امیال شما که تمی ادای قشنگتان ما را گریه دادین. در مورد مادر جان شما که یکی از هنرمندا بوده و همچنان پدر جانتان،
کم قصه کنین. مادر شکوی لطف خدا در صدای تو، در صدای تو باغی بهشت زرعی است، خاک پای تو، خاک پای تو. تو کعبه مقدسیش قوس داغتی، تو کعبه مقدسیش قوس داغتی، هفتاد سمان نماز ملائک برای توست، هفتاد سمان نماز ملائک برای توست. انسان ها بیشتر اشتباهاتی که کردن پی ببرن. به خودت معلوم است که با تمام کره جهان چیها نیست که انسان نکرده، چیها نیست، نه آسمان مانده، نه زمین، نه آب، نه هوا، نه آتش، امی چهار عنصری که هست، نه آب و آتش و هوا و خاک، هیچ چیز نمانده. یک ذره تجدید نظر کنه و از این به بعد عمل و افکار اینایشان شاید بعد از این تغییر کنن و بهتر شون، دوستی ها زیاد شه و این سیاست مدار های ما همچنان بیاموزن، و خود امریکا و این و آن از سیاست گرفته تا خرد و کلان و شاه و گدا. من فکر میکنم شاید یک تغییرات در فکر و در سیستم زندگیش، من به یقین هستم که حتما انشالله میاید و اون به جهت مثبت. چی پیغام دارین برای دولت مردا، برای رهبران دولت افغانستان که چی کنه برای او ملت بیچاره غریبه که در دو جنگ، دو جبه می جنگن، یکی جنگ سیاست مدارایشان، یکی جنگ کرونا؟ وای وای وای، نان ندارد کارگر، وقت همکاری ماست، در فکر مردم شویم، موسم یاری ماست. بیماری یک فاجعه است، ناداری یک فاجعه است، کمک کنیم با هم، بیکاری یک فاجعه است، وقت همدردی ما. آدم زیاد سیاسی نیستم ولی دعا میکنم که فاجعه بشری که آمده، پیام ما برای دولتمندای ما اینمی است که خودشان به چشم سر میبینند که نان ندارد کارگر، وقت همکاری ماست، در فکر مردم شویم، موسم یاری ماست. شعر احساس درونی شاعر است، بسیار خوب ادا میکنین. این همه شعر و بیت از کجا مختین و در حافظتان حفظ کردین؟ والا من خو هنوز یک شاگرد از این مکتب هم خود نمیگم نظیر جان عزیز، من در کوشش میکنم که بیاموزم و با خودت معلوم است که علم یک بحر بیکران است و من در دی جاده گاهی قدم زدیم، گاهی افتادیم، گاهی راه رفتیم، کوشش میکنم که خود نگاه کنم و مخصوصا در این وقتهای قرنطینه کوشش میکنم که کار کنم، یکان ذره مطالعه کنم. شوق و ذوق انسان، عشق انسان به چیز میرساند، یک جایی تاثیرات و اثرات خودت از روی مغز و زبان من تاثیر میکنه، اگر نیم من کجا سخن کجا. ما همیشه از سخنان خودت یاد گرفتیم، یعنی سال هاست واقعا که صحبت های آموزنده خودت چی در عرصه هنر، ادبیات، شعر، ژورنالیستی، خبر و اخبار سازی با سخن میگی. نظیر جان خودت به خصوص وقتی که مصرع های شعر مقبول ارتباط میدی به مو جایی که لازم است و استفاده میکنیم، فعل بدیه یک شعر میگی مصرعی زیبا و مقبول که واقعا بسیار پسندیده و بسیار بجا و غیر مستقیم، باور کن که مردم بسیار یاد میگیره از این کار خودت، یاد میگیره. امروز ای فرشته رحمت بلا شدی، قربانت، خوشگل شدی، قشنگ شدی، خوش ادا شدی. فرشته جان بهار است، عیف عیف که بهار امسال ما را کرونا زد و خراب کرد، تحت شوهای خود قرار داد و شما خواندنای خیلی قشنگ دارین، بانجره زیبایتان می بهار یک تجدید کنین، یک زیبایش دو چندان بسازین. میلای سمنک و کنسرت ها و این و اون و آن دیگه به گفته شما که کل زیار حال فعلا متاسفانه در این سال نداشتیم، امیدوار هستیم که سال دیگه خداوند یاری کنه و رحم روشنی خدا کنه که بتانیم محافل خدا، غم و خوشی خدا در کنار هم دیگه با همبستگی و محبت و صداقت تجدید کنیم. بهار آمد، گل آمد، گل آمد، سنبول آمد، بگوشن بلبل آمد، بگوشن بلبل آمد، همی گیریم زیش قد جا نجا
خواندن مردم دوستا شنیدن دیگه نخواستم که زیادتر اصلشون امرای موسیقی و امرای آواز مقبول استاد ارمان صاحب در اختیارشان است. فرشته جان میگه زهر از کف دست نازنینان در علق روت مثال شربت، زمزمه شما داروس کیمیاس بره مشتاقای آوازتان. فرشته جان من تو اطلاع گرفتم که شما به خیر اج رفتنی بودین، حال دروازه کعبان بسته شده، عجم بسته است، چی فکر میکنید؟ من میگم که بدای رو کعبه کار چیست بدل، اگر فهمیده ای دل خانه یکیست. اول بخوام که دل خانه یکیست کجاست و بعدا خب او چیز واضح است که او در شامل پنج بنای مسلمانی هست، او را هر وقتی که خدا بخواید شاید یک وقت برم، اما دیگر حال فعلا آفاق در خروش است، خون جهان را جوش است. دیگر اینجا شیر دیگر دارم براتون، این شیر از محترم دکتر صاحب منصور معصومی است، قربان سرت مولانا چی سروده که گفته که ای قوم بجرفت کجایید کجایید، معشوقم اینجاست بیایید بیایید، معشوقم اینجاست بیایید بیایید. آله اگر ما شما بتانیم که از محق لقمه نان خود مثال اگر 100 روپه داریم 5 روپیشه اگر به غریم زیر خیمه کابل خود روان کنیم و بتانیم سسی داشته باشیم و بفهمیم که واقعا به او میرسه، من فکر میکنم که هر جا خدا را و همه چیز در شکم گشنه یک غریب، در پاکدن عشق یک غریب و در لبخند یک غریب و یک ناتوان و بینوا و یک نیازمند بتانیم پیدا کنیم. پیشتر بسیار مقبول و عاطفی گفتین که در یک بیت که دولت مردا و دولت مندا باید توجه کنه به حال مردم بیچاره افغانستان که در قرنطینه روانشان میکنه، نقش شما هنرمندا چی است؟ در ما فعلا بسیار یک کار ضروری هست، یک کار انسانی هست، یک کار ضروری هست که من نمی‌فهمم که من چه قسم کنم. من خودم شخصا همیشه که افغانستان رفتیم، نجره جان گل بار آخر که من رفتم شرایط خراب وقت انتخاباتم بود، من دو بار در طرف پنجشیر در آخر پنجشیر به نام پریان میگن، بسیار جای خطرناک و لاهای کوه و من اونجا واقعا جان خود به خطر انداخته و رفتم با دوستا شخصی رفتم. اونجا باور کن که دوستا داشتم که من فیلم بگیرم عکس بگیرم، اما دوستایی که با ما بودن و عکس‌ها را به من گرفتن به خاطر که خاطره تک تک هر خیمه که بود چیزی که در توان ما بود، من برشان واقعا پیسه تقسیم کردم، توزیع کردم، کمک کردم. کسایی که در اوجا هستن و تجارای ماینای ما باید ایره مد نظر بگیرن به خاطر ازی که بنی آدم ازای یک دیگر است. چطور است همیشیر؟ بنی آدم ازای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چو عضوی به دست آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. نمی پیام ماست، یک شعر دکتر صاحب منصور معصومی را میخوایم بگویم که واقعا یک هنرمند توانا مستعد و واقعا قابل قدر، اگر امکانش باشه باز هم شما هم با کارهایش آشنا شوین. جهان دارد دیگرگونی مگر آخر زمان گشته، زمان دارد چی بدبینی مگر ظاهر زیان گشته. سناگویم به دربارت خدایا این تماشا چیست، زمان دارد چی پنهانی مگر قاهر نشان گشته. کریم و همرهیمی تو به دل معصوم صمیمی تو، روان دارد سخنچینی مگر با سر برهان گشته. به تار خام زیستن بین همه عاجز کمال هستیم، به تار خام زیستن بین همه عاجز کمال هستیم. مکان دارد چی واژگونی مگر جابر روان گشته. کتاب آسمانیش چو خورشید پرتوی هستی، سبحان دارد چو غفرانی مگر صابر عیان گشته. Yeah.
پرواز بندگی به خدایی نمی رسد. ای خواب خواب باش، بلند است آسمان. اگر به موبیت شما گوش می دادن مرور کنار می گذاشتن. امروز چرا کرونا دامنگیر ما و شما می شد؟ برحال سخنان فرشته سما متوجه دولت مردان و دولتمندان افغانستان بود که در این شرایط اساس که از مردم افغانستان خواسته می شد تا قرنطین را مراعات کنند. اما آیا دولتمندان و دولتمردان می دانند که آنها در خانه برای خوردن چیز ندارند؟ با همه غربت که دامنگیر کشور فقیر و بیچاره و جنگ زده ماست، اما ما از لحاظ غنای معنوی و قریحه های هنری در بخش های مختلف نظر به سایر کشورهای امجوار مستغنی تریم. شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کردن دسته دسته آشنایان اندلیبان، با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خمیاگران از تار می ترسد، شخص سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد. کوچ کردن دسته دسته آشنایان اندلیبان، با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خمیاگران از تار می ترسد، شخص سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خمیاگران از تار می ترسد، شخص سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد.